اول قرنتیان فصل دوم. ای برادران، وقتی من برای اعلام پسر خدا به نزد شما آمدم، با فصاحت و حکمت انسانی نیامدم، زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم، همه چیز جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب شده را فراموش کنم. من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما آمدم و سخن و پیام خود را با دلایل جذب کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رسانیدم تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد، نه بر فلسفه انسانی. البته فلسفه و حکمت است که آن را در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان می کنیم، اما آن حکمت نیست که متعلق به این دنیا و یا حکمرانان این دنیا باشد. حکمرانان که به سوی نابودی پیش می روند، بلکه حکمت پنهان خدا را که از چشم آدمیان پوشیده بود و خدا آن را از ازل برای جلال ما قرار داده بود ابراز می کنیم. هیچ یک از حکمرانان این دنیا این را نفهمیدند، زیرا اگر می فهمیدند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. اما چنان که نوشته شده است، آنچی را که هرگز چشم ندیده و گوش نشنیده و در دل انسان نگذشته است، خدا برای دوزداران خود تیار کرده است. خدا این همه را به وسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است، زیرا روح القدس همه چیز حتی اعماق نیات خدا را کشف می کند. کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. روح را که ما به دست آورده متعلق به این دنیا نیست، بلکه از جانب خدا است، تا عطایای را که او به ما عنایت فرموده است بشناسیم. ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان سرچشمه می گیرد سخن نمی گوییم، بلکه با آنچی که روح القدس به ما می آموزد و با این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نماییم. کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بی‌معنا هستند. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. ولی شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمی تواند در باره او درست قضاوت نماید. زیرا کی افکار خدا را می داند و کی می تواند چیزی به او بیاموزد؟ به هر حال روحیه ما همانند مسیح است.